خب بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه آقای اردلان کارشناس مدنیت راهبردی میهمان برنامه ماست و قصد داریم در خلال صحبت با ایشون به این سوال جواب بدیم که در این شرایط خاص و حساس چه راهکارهایی رو برای گسترش حرکت‌های دانشجویی پیشنهاد می‌کنند. آقای اردلان خوش اومدید. تشکر می‌کنم از شما که به من فرصت دادید تا ایده های خودم در رابطه با مبارزات مدنی رو در این شرایط خطیر به اطلاع همه دانشجویان عزیز برسونم. ایده هایی که برای خودمون هزینه نداره اما اقتدارگرایان رو قطعا دچار چالش خواهد کرد. متشکرم از شما. جدی؟ من بسیار کنجکاوم که این ایده ها چیه؟ پس سوالم رو از همینجا شروع میکنم که در این شرایط حساس که شاهد اوجگیری اعتراضات اقشار مختلف اجتماعی از جمله مال باخته ها و کارگران هستیم، آیا دانشجویان هم میتونن شونه به شونه اونها همبستگی به حرکت کنند؟ در این رابطه شما چه پیشنهاد جدیدی برای دانشجویان دارید؟ عرض کنم که به نکته درستی اشاره کردید شما، اما از نقطه نظر بنده دانشجویان نباید با سایر اقشار حرکت و اعتراض کنند، بلکه دانشجویان باید به اعتراضات سایر اقشار به صورت آموزشی نگاه کنند. جدی؟ چه جالب. منظورتون چیه؟ یعنی چی باید یاد بگیرن ازشون؟ اشتباه نکن شما، اشتباه نکن عزیز من. از اونا نباید چیزی یاد بگیرن، بیشتر باید از اونا عبرت بگیرن. یعنی باید حواسشون باشه که مثل اونها هزینه ندن. ببینید اشکال اونا چیه؟ اشکال اونا اینه که هی به صورت روزانه هزینه میدن هر روز تو خیابون تحسن. خب اینطوری که از کار و زندگی میفتن که. خب دانشجو اگه بخواد این کارو بکنه که از تحصیل محروم میشه. ببینید این حرکات از دیدگاه ما به نتیجه نمیرسه و کاملا غلطه. غلطه؟ مگه همین دانشجویان چند وقت پیش شعار نمیدادن دانشگاه پادگان تدبیر امید چاخانه؟ این کجاش غلطه؟ تظاهرات مالباخته ها که امروز دیگه برای حکومت تبدیل به یک چالش شده. به راحتی علیه شخص خامنه ای شعار میدن، علنا از نابودی و سرنگونی رژیم صحبت میکنن، ارگان های سرکوب رژیم هم تا به حال هیچ غلطی نتونستن بکنن، بعد میگی این اعتراضات غلطه؟ خب همین غلطه دیگه. اصلا همین جمله که شما گفتی، همین سرنگون کردن غلطه. ما هر چی میکشیم از این شعار ضد مدنی و ضد دموکراتیک سرنگونیه. ببینید نباید روند دموکراتیک رو در جامعه به چالش بکشه قربون. بذارید مثال ساده براتون بزنم. جامعه مثل دیزی آبگوش میمونه، باید یواش یواش قول بخوره تا قشنگ دموکراسی بره تو جونش. باید بر اساس عقلانیت رفتار کرد. خب باشه، طرف دیکتاتوره، بیماری واگیردار که نداره که عزیز من. میشه با روش های مسالمت آمیز خیلی راحت باش برخورد کرد تا رفتارش رو طی یک پروسه و یک روند دموکراتیک در یک بستر دموکراتیک تغییر بده. اینا رو شما عنایت نداری. نه گرفتم، یعنی دوزاریم افتاد. احسن. پس شما مشکلتون با خود سرنگونیه. دقیقاً. خب حالا شما میفرمایید که برای اینکه این دیزی جامعه ایران خوب گل بخوره، دانشجو به جای این کارهایی که الان میکنه مثل اعتراض و اینجور چیزا که شما میگید عقلانی نیست، چی کار باید بکنه؟ آها، حالا درست شد. ببینید قبل از هر چیز باید کار فرهنگی کرد، باید کار فکری کرد، باید آگاهی بخشی کرد. یک پیشنهاد اینه که دانشجوها به عنوان قشر تحصیل کرده حداقل به صورت ماهانه قشنگ بشینن دور هم دیگه، در مورد رویدادهای جاری جامعه با هم دیگه بحث و تبادل نظر کنن، اون هم تو محیط‌های غیر علنی ها، یعنی پشت درهای بسته و جایی که دیوار گوش نداشته باشه، کاملا مخفی. بخشید مطمئنید ماهانه بحث و تبادل نظر کنن؟ بله ماهانه مگه مشکلی داره؟ این هزینه زیاده به نظر شما؟ نه اصلا. ولی پس این کاری که مردم روزانه تو کوچه و خیابون و تاکسی و اتوبوس و نمیدونم تلگرام و فضای مجازی دارن میکنن، بالا تا پایین رژیمو دارن میشورن میذارن کنار، پس اون چیه؟ دوباره برگشت جای اول که قربان تو بنم من. خب اون به خاطر ناآگاهیه. همه حرف بنده همینه که ببینید دانشجو باید آگاهی ها رو گسترش بده،
یعنی باید کاری کنه که مردم به جای اینکه هر جا رسیدن به نظام فوش بدن، قشنگ بیان بر اساس عقلانیت نظراتشون رو نظاممند کنن و به خودشون هزینه تحمیل نکنن. یعنی ما باید با تاکتیک و با فرم جدید حضور خودمون رو به مدعیان داخلی و خارجی خیلی خوب نشون بدیم. برای این هدف هم ما تاکتیک اعتراض در فضای خصوصی مثل منازل رو پیشنهاد میکنیم. یعنی یک جایی که دیگه نیازی به حضور در خیابون و ملای عام نباشه. بخشید، اعتراض در منازل و فضای خصوصی این دقیقا چیه؟ خب این روش های بسیار زیادی هستن این زمینه. مثلا من بخوام براتون مثال بزنم، شما مثلا یک شیوهش یک گرمابه رو در نظر بگیرید. شما در گرمابه منزلتون هستین، حمام، شیر آب و تا آخر باز میکنی، بعد با صدای بلند در اون فضایی که ایجاد شده شعار میدی، مثلا داد میزنی مرگ بر دیکتاتور یا زندانی سیاسی آزاد باید گردد. به این ترتیب شما هم اعتراضتون رو کردین هم هزینه ای نپرداختید. ببخشید، بعد اون پول آبی که آخر ماه میاد رو شما جزو هزینه حساب نمی کنید؟ راست میگید. بله، حق با شماست. این نکتهتون هوشیارانه بود. شما میتونید به جای گرمابه مثلا برید زیر زمین، اونجا هم دیگه خیلی فضای مناسبی هست. فقط باید هزینه روشن کردن یک لامپ رو شما بدید که قطعا هم اون چیز زیادی نخواهد بود و فضای بسیار مساعدی هست. مبارزات زیرزمینی اصلا در طول تاریخ معروفه. بله، به خصوص که توی زیرزمین صدا میپیچه و قطعا انعکاس زیادی هم پیدا میکنه. کاملا درسته، کاملا درسته، بسیار خوب اشاره کردید. یک راهکار دیگه فضای مجازیه، اینو نباید از نظر دور داشت. یکی از راه‌های اعتراض همینه که شما با استفاده از ظرفیت فضای مجازی در واقع بیای و تصاویر گردهمایی‌های کوچک و دوستانه خودمون رو در اختیار بقیه قرار بدی. ولی باید شما حواستون باشه که توی عکس‌هایی که می‌گیری هیچ اثری از قانون شکنی یا مثلا شعارهای تند و تیز اینا نباشه، چون میتونه همین ایجاد هزینه کنه، یا مثلا خدای نکرده به اخراج دانشجویان از دانشگاه منجر بشه که شما میدونید این خط قرمز ماست. آهان، فقط سوالی که میمونه اینه که انتشار این عکسا دقیقاً قراره از چه کسی مسئله حل کنه؟ از همون کسایی که تو عکسن دیگه. اگه سوال میپرسی، خب این بهشون روحیه میده. ببین، این بهشون روحیه میده، بهشون دل میده که میتونن هنوز دور هم جمع بشن ولی هزینه هم ندن. ببین، شما به این موضوع هزینه کم عنایتی عزیز جان. هزینه همه حرف همینه. شما هر جور که میخواید اعتراض کنید، ولی باید این روح بی هزینه بودن بهش حاکم باشه. در این صورت شما موفق خواهید و پیش خواهید رفت. و سلام. بله، فقط شما فکر میکنید با این دنده ای که شما دارید حرکت میکنید کی به مقصد میرسید؟ عرض کردم که ببینید این یک روند زمانبره. ببین شما دوست عزیز، مشکلت اینه که دنبال نیمروی، ولی من بهتون گفتم که این روند بیشتر شبیه آبگوشته، یعنی زمان خودش رو میخواد. اصلا شاید به عمر من و شما قد نده، ولی باید باش ساخت، باید با این روند پیش رفت. شما این رو داشته باشید. بله، اینجاست که به قول شاعر، مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. وقتی درد تغییر وجود نداشته باشه، وقتی نبضت با نبض میلیون ها ایرانی دربند نتپه، اون وقت از توش همین حرفای صد من یک غاز در میاد، حرفایی که در نهایت تن دادن به وضع موجود رو ترویج میکنه. اما اونهایی که درد آزادی دارند، طبعا این تئوری های آبگوشتی و درپیتی رو به حال خود رها میکنن و دنبال راهکارهایی میرن که حکومت رو واقعا بلرزونه و به چالش بکشه. ترس حکومت از اتحاد و تجمع مردم رو یک بار توی پاسارگاد دیدیم، پس این فرصت ها رو میشه تکرار کرد. بازم به قول شاعر، رند عالم سوز را با مصلحت بینی چکار.